بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر. اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بروسلوز یا تب مالز را خدمتتون تقدیم میکنم. در این سری اسلاید هم مطالب را به سه بخش الف مقدمه و معرفی بیماری، به اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع یا آکرنس و جیم پیشگیری و کنترل بیماری تقسیم میکنیم و روی هر کدوم از اونها به طور جداگانه صحبت میکنیم. در رابطه با مقدمه و معرفی، به تعریف و اهمیت بهداشتی، عامل یا عوامل اتیولوژیک و تعریف مورد یا کیس دیفینیشن میپردازیم. در قسمت ب یا اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع، به 9 زیر عنوانی که در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید خواهیم پرداخت و در بخش جیم تحت عنوان پیشگیری و کنترل بروسلوز به پیشگیری مقدماتی، سطح اول، سطح دوم، سطح سوم و سطح چهارم خواهیم پرداخت. تعریف و اهمیت بهداشتی بیماری. بیماری بروسلوز یکی از بیماری‌های مشترک بین حیوانات و انسان هست که در حیوانات و انسان باعث گرفتاری ارگان‌های مختلف میشه و اصطلاحاً بیماری سیستمیک ایجاد میکنه و اینطور نیست که صرفاً به سراغ یک یا دو ارگان بره. این بیماری یکی از هزینه برترین زئونوزها به حساب میاد و ضرر و زیان اقتصادی زیادی را بر انسان تحمیل میکنه. بروسلوز به آسانی از حیوانی به حیوان دیگه منتقل میشه و از طریق حیوانات مبتلا عامل اون به فراوانی در محیط پخش میشه. عامل بروسلوز در بدن بسیاری از حیوانات و به خصوص پستانداران وحشی و اهلی تکثیر پیدا میکنه و از طریق تماس با اونها یا مصرف لبنیات اونها یا گاهی مصرف فرآورده های گوشتی نپخته اونها به طور اتفاقی ممکنه وارد بدن انسان هم بشه و موجب بروسلوز بشه. بنابراین انسان به عنوان یک میزبان اتفاقی به حساب میاد. اشاره کردیم که بروسلوز جزو زونوز هاست. زونوز ها بیماری های متعدد و متنوعی هستند و عوامل مختلفی باعث اونها میشن، ولی مهمترین اونها و آشناترین اونها یکی بروسلوز هست، دیگری طاعون، آنتراکس یا سیاه زخم، تولارمی، تب کیو، ملیویدوزیس، گلندرز، تبهای هموراژیک یا همون CCHF و بیماری های مختلف دیگه. اهمیت بهداشتی زونوز ها. تا به حال بیش از 300 بیماری مشترک بین حیوانات و انسان شناسایی شده. این بیماری ها معمولا در بین حیوانات به آسانی منتقل و منتشر میشه، ولی انسان به عنوان یک میزبان اتفاقی و همچنین به عنوان یک بنبست برای اونها به حساب میاد. وقتی این عوامل وارد بدن انسان بشن، احتمال انتقال انسان به انسان بسیار کمه و در بعضی از موارد ممکنه زونوزها، هرچند در انسان بیماریزا واقع میشن و حتی ممکنه کشنده واقع بشن، ولی احتمال انتقال انسان به انسان بسیار کمه یا اصلا از انسان به انسان منتقل نمیشن مگر در شرایط خاص. نکته دیگه در اهمیت بهداشتی زونوزها این هستش که بیماری های نوپدید در اغلب موارد جزو بیماری های مشترک بین حیوانات و انسان هست و شاید از اون مهمتر این که عواملی که به عنوان سلاح بیولوژیک به وسیله بیوتروریست ها مورد سوء استفاده قرار می گیرن چیزی جز زونوزها نیستن و در اغلب موارد همین عوامل مشترک بین حیوانات و انسان هست. و باز هم نکته دیگه از نظر اهمیت بهداشتی اونها این هستش که
جزو مخاطرات آزمایشگاهی به حساب میاد و کسانی که در آزمایشگاه های تحقیقاتی یا آزمایشگاه های تشخیصی انسانی فعالیت دارند، چه بسا در تماس با این عوامل دچار بیماری های مختلفی بشن. اینها همه اهمیت بهداشتی زونوس ها را میرسید. اهمیت بهداشتی زونوس ها به طور اخص در رابطه با بروسلوز، یکی این هستش که بروسلوز در حیوانات باعث ایجاد سقط میشه و سقط در حیوانات یعنی کاهش تدریجی جمعیت اونها، همچنین باعث کاهش وزن میشه و کاهش وزن در حیوانات یعنی کاهش تولید گوشت، ضمناً باعث کاهش تولید شیر میشه یا حتی باعث قطع شدن شیر، و این هم به این مفهوم هست که باعث کاهش تولید لبنیات میشه. ضمناً به طور اتفاقی بروسلاها ممکنه وارد بدن انسان بشن و هر چند مورتالیتی زیادی ایجاد نمی کنن، ولی باعث ناتوانی انسان و کاهش کارایی و بیکاری موقت انسان بشن. و به هر حال همونطور که قبلا هم یک اشارهی کردیم، بروسلاها جزو عواملی هستن که به وسیله بیوتروریست ها چه بسا به عنوان سلاح بیولوژیک از اونها سوء استفاده بشه. در این خصوص باید خدمتون عرض بکنم که از نقطه نظر بیوتروریست ها بروسلا ها به عنوان یک سلاح بیولوژیک ایدئال مطرحن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه عفونت زایی بالایی دارن، به آسانی قابلیت آئروسول شدن یا تبدیل به افشانه و پخش از طریق افشانه رو دارن و از اینها گذشته به آسانی میشه اونها رو تکثیر کرد و اونها رو انباشت و باز به آسانی میشه اونها رو منتشر کرد. و هرچند بروسلاها مورتالیتی چندانی ندارن، ولی میتونن موربیدیتی بالایی ایجاد بکنن. از اینها گذشته ما واکسنی علیه بروسلوز انسانی در حال حاضر نداریم و بنابراین چه ارتش ها و چه گروه های در معرض خطر دیگه نمیتونن پیشاپیش اگر احساس خطر کردن بر علیه این بیماری خودشون را واکسینه بکنن. و به طور کلی وقتی بروسلاها را به عنوان یک سلاح در یک منطقه پخش بکنند، ضرر و زیان اقتصادی بسیار زیادی به بار خواهد اومد. از همین زاویه وقتی به بروسلاها نگاه میکنیم، میبینیم که در کاتگوریزیشن یا در طبقه بندی سلاح‌های بیولوژیک جزو کاتگوری B در کنار کوکسیلا برنیتی عامل تب کیو و برخولدر یا مالعی و سودومالعی یعنی بیماری مشمشه و بسیاری از بیماری‌های مهم دیگه‌ای که جزو زونوزها هستند و مورد سوء استفاده بیوتروریستی قرار میگیرند قرار میگیره. عامل اتیولوژیک بروسلوز، چندین گونه بروسلا هستند که چهار گونه مهم اون را در این اسلاید ملاحظه میفرمایید: بروسلا ملیتنسیس و سوئیس و ابورتوس و کمیس. مخزن اصلی بروسلا ملیتنسیس بزها و گوسفندها هستند، ولی گاوها و خوکها هم و بسیاری از حیوانات دیگه هم ممکنه مبتلای به بروسلوز ناشی از گونه ملیتنسیس بشن. مخزن اصلی بروسلا سوئیس هم خوکها هستند، ولی گاوها و حیوانات دیگه هم ممکنه مبتلای به اون بشن. مخزن اصلی بروسلا ابورتوس گاوها هستند، ولی ممکنه در حیوانات دیگه هم بیماریزا واقع بشه. و همچنین بروسلا کمیس که هرچند مخزن اصلی اون سگها هستند، ولی در حیوانات دیگه هم میتونه بیماریزا واقع بشه. سایر گونه های بروسلا را بعداً در همین جلسه خدمتتون عرض خواهم کرد. از جمله ویژگی هایی که برای عامل عفونتزا ذکر شده این هستش که بروسلاها موجوداتی هوازی هستن و همچنین داخل سلولی اختیاری به حساب میان، یعنی اگر در داخل بدن قرار بگیرن
بیشتر در داخل سلول رشد میکنن، ولی در خارج سلول هم امکان رشد اونها و تکثیر اونها وجود داره. جزو عوامل گرم منفی هستند و کوکوباسیل به حساب میان. در همینجا من خدمتون توضیح میدم که وقتی گفته میشه کوکوباسیل، منظور این هستش که یک وضعیتی بین کوکسی ها و باسیل ها دارن. کوکسی ها باکتری های مدور یا گردی هستن، در حالی که باسیل ها باکتری های کشیده‌ای هستن، و کوکوباسیل ها یک وضعیتی بین کوکسی ها و باسیل ها دارن. بروسلا ها دارای چنین وضعیتی هست. همچنین در مورد اینکه گرم منفی هستن، باید خدمتون عرض کنم که باکتری ها را در آزمایشگاه وقتی رنگامیزی می کنن با یک رنگی که به رنگ گرم موسوم هست، بعضی از اونها رنگ پذیری بیشتری دارن و پررنگ تر می شن و بعضی از اونها ممکنه رنگ پذیری چندانی نداشته باشن و رنگ کمتری به خودشون می گیرن. به اونهایی که رنگ پذیری بیشتری دارن گرم مثبت و به اونهایی که رنگ پذیری کمتری دارن گرم منفی گفته میشه. شما در این اسلاید هم ملاحظه میفرمایید باسیل های گرم منفی و کوکسی های گرم منفی را، در حالی که در این قسمت پایین عوامل پررنگ تری را و رنگ پذیر تری را ملاحظه میکنید، هم کوکسی های گرم مثبت و هم باسیل های گرم مثبت. پس منظور از گرم رنگامیزی گرم، ارتباطی به گرم و کیلوگرم و اینها نداره. هنوز در مورد عامل اتیولوژیک صحبت میکنیم و در اینجا میپردازیم به توضیح مختصری در خصوص مقاومت بروسلا ها در مواد و حالات مختلف. بروسلا ها در مقابل حرارت مقاومت چندانی ندارن و در حرارت 60 درجه سانتیگراد در عرض حدود 10 دقیقه کاملا از بین میرن. معنیش اینه که اگر شیر آلوده ای را بجوشانیم نیازی به جوشاندن چندان نیست، به محض اینکه به درجه جوش برسه بروسلا ها از بین میرن. البته محض احتیاط، وقتی شیر غیر پاستوریزه ای را میخوایم بجوشانیم حدود 10 دقیقه میجوشانیم و اگر مایکوباکتریوم یا عوامل دیگری هم در اون شیر هستن از بین برن. ولی برای از بین بردن بروسلا ها نیازی به جوشاندن چندانی نیست، اونها در مقابل حرارت کاملا حساسن. فنول 1% رو مثلا 15 دقیقه تحمل میکنن. یا اگر در خارج از بدن در فضولات وجود داشته باشن و در معرض تابش نور آفتاب قرار بگیرن، در عرض چند ساعت حیات خودشون از دست میدن. در شیری که ترش نشده تا مدتی ممکنه زنده بمونن، ولی به محض اینکه شیر ترش بشه بروسلا ها در اون از بین میرن. مسئله دیگه پنیر هست، پنیر تازه. بروسلا ها در پنیر تازه‌ای که از شیر نجوشیده یا شیر غیر پاستوریزه تولید شده باشه تا حدود 3 ماه ممکنه زنده بمونه، ولی گذاشتن پنیر تازه در آب نمک باعث میشه که بروسلا ها در از چند هفته از بین برن و اون پنیر قابل مصرف بشه. در آب لوله، آب معمولی، ممکنه تا نزدیک 2 ماه زنده بمونن. معنیش این نیست که در آب تکثیر پیدا میکنن، همچنین مفهومش این نیست که آب حتی به عنوان مخزن به حساب میاد، چون گزارشی مبنی بر این که بروسلا ها از طریق آب تونستن انتقال پیدا کنن و به عبارت دیگه یک واتر بورن دیزیز به حساب بیان در دست نیست. در ادرار انسان مثلا تا 1 هفته زنده میمونن، در گرد و غبار حدود 6 هفته زنده میمونن، در خاک مرطوب یک مقداری ماندگاریشون بیشتره، تا حدود 10 هفته ممکنه زنده بمونن، و در مدفوع حیوانات یا کلن فضولات حیوانات بیش از 3 ماه به حیات خودشون ادامه میدن. نکات مهم و عملی در این اسلاید، یکی حساسیت بروسلا ها بود در مقابل حرارت، یکی دیگه در مقابل
آب نمک یا نمک و یکی هم در مقابل محیط اسیدی. از چهار گونه مهم بروسلا ها که در چند استاید قبل به اونها اشاره کردیم، سه تا از گونه ها را در ایران تونستن در حیوانات یا در انسان یا هر دو جدا بکنن، یعنی بروسلا ابورتوس و ملیتنسیس و سوئیس، ولی بروسلا کنیس را تا به حال نه در انسان ها و نه در حیوانات ایران نتونستن جدا کنن و گزارش بدن. اینها بایوتایپ های بروسلاهی هستند که در ایران وجودشون به اثبات رسیده. در خصوص پاتوژنز یا بیماریزایی بروسلاها باید خدمتون عرض کنم که این عوامل از پوست سالم قادر به ورود به بدن نیستن، ولی از پوست آسیب دیده میتونن وارد بدن بشن. مثلا پوستی که خراشی درش ایجاد شده، ترک های ممکنه روش وجود داشته باشه و یا دچار زخم باشه. همچنین از طریق مخاط چشم، از طریق دستگاه گوارش و از طریق استنشاق میتونن وارد بدن بشن. وقتی وارد بدن شدن، با سدهای دفاعی مثل نوتروفیل ها و مونوسیت ها که جزو گلبول های سفید بدن هستن مواجه میشن و هرچند به وسیله اونها بلعیده میشن، ولی از بین نمیرن و حتی سوار بر دوش این گلبول ها خودشون را میتونن به عقده های لنفاوی ناحیه ای برسونن و در اونجا تکثیر پیدا کنن. و وقتی تکثیر پیدا کردن، چه بسا از طریق خون و عروق لنفاوی به سراسر بدن منتشر بشن و باعث گرفتاری ارگان های مختلف بشن. ولی سیستم دفاعی بدن تسلیم بروسلاها نمیشه، بلکه سلول های بیگانه خوار، سلول های فاگوسیتی و سایر سلول های دفاعی بدن بروسلاها را محاصره میکنن و دیواره کشی در اطراف اونها به وجود میاد، به طوری که بروسلاها دیگه بیش از اونی که تکثیر پیدا کرده اند ممکنه قادر به تکثیر و انتشار به نقاط دیگه بدن نباشن. مجموعه بروسلاها و سلولهای دفاعی بدن که چنین محاصره‌ای را اطراف بروسلاها ایجاد کرده اند دانه های بسیار ریز میکروسکوپیکی هست به اسم گرنلوم. همون اتفاقی که در بیماری سل هم رخ میده. بنابراین به این گونه بیماری ها گرنلوماتوز دیزیز، یعنی بیماری های مولد گرنلوم. میرسیم به تعریف مورد بروسلوز یا کیس دیفینیشن، و باز هم به مورد مشکوک یا بالینی، مورد محتمل و مورد قطعی میپردازیم. مورد بالینی بروسلوز عبارت است از بیماری که به طور ناگهانی یا به تدریج دچار تب و تعریق شبانه شده و بدون اینکه فعالیت فیزیکی خاصی انجام بده از همون آغاز صبح دچار احساس خستگی هست، دچار بی اشتهاییه، به تدریج دچار کاهش وزن میشه و همچنین سردرد و دردهای عضلانی مفصلی داره. بیماری که دارای چنین علائمی باشه مشکوک به بروسلوز فرض میشه. ولی مورد محتمل یا پروبیبل کیس موردی هستش که علاوه بر دارا بودن علائم بالینی این بیماری، یک تست رایت با عیار حداقل 1/80 مثبت هم داشته باشه. تست رایت اسم آزمونیه که برای سنجش آنتیکورهای اختصاصی ضد بروسلایی در نمونه هایی که از بیماران گرفته میشه به کار برده میشه. بنابراین کیس محتمل همون مورد مشکوکیه که یک تست رایت با عیار 1/80 داشته باشه. تعریف دیگه‌ای که برای مورد محتمل میتونیم ارائه بدیم این هستش که مورد محتمل بروسلوز عبارت است از مورد مشکوکی که از نظر اپیدمیولوژیک یک ارتباطی با بروسلوز داشته باشه. در تعریف قطعی بروسلوز میگیم عبارت است از موردی که با
بروسلاها را در نمونه های مثل نمونه خون یا بیوپسی مغز استخوان یا بیوپسی ارگان های مثل کبد در چنین فردی تونسته باشن جدا بکنن. پس علائم بالینی به اضافه کشت مثبت از نظر بروسلا همچنین به موردی اطلاق میشه که تست رایتی که در اسلاید قبل از اون صحبت کردیم فورفولد رایزینگ یا افزایش 4 برابر درش دیده بشه یا با بروسلوز محتملی مواجهیم که تست رایت 1/80 مثبت داره. اگر در چنین تستی با افزایش 4 برابر عیار مواجه بشیم این کیس قطعی به حساب میاد. مثلا 1/40 اولیه بشه 1/160 یا 1/80 اولیه به 1/320 افزایش پیدا بکنه. این هم کیس قطعی به حساب. همچنین در بیمارانی که مشکوک به بروسلوز هستند یا بروسلوز محتمل مطرحه ولی تست دی ان ای اونها یعنی پی سی آر همون آر تی پی سی آر که میگیم مثبت بشه اینها رو هم کیس قطعی به حساب میاد. بخش الف را پشت سر گذاشتیم و میرسیم به بخش ب که اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بروسلوز هست و به این 9 زیر عنوان میپردازیم: دوره نهفتگی، سیر طبیعی، انتشار جغرافیایی، روند زمانی، تأثیر سن و جنس و شغل و موقعیت اجتماعی، تأثیر عوامل مساعد کننده، حساسیت و مقاومت در مقابل بروسلوز، میزان حمله های ثانویه، نحوه انتقال و دوره قابلیت سرایت بیماری و بلافاصله میریم به سراغ دوره نهفتگی این بیماری. دوره کمون یا نهفتگی بروسلوز را از حدود 5 تا 60 روز ذکر کردن ولی به طور متوسط 1 تا 2 ماه را در نظر می گیرن. بنابراین همونطور که ملاحظه می فرمایید بروسلوز از دوره کمون نسبتاً طولانی برخوردار. لازم به ذکره که به عنوان یک اصل کلی دوره کمون بیماری ها تحت تأثیر تعدادی از عامل عفونت زای اون بیماری که وارد بدن میشه قرار میگیره. یعنی هرچه اون تعداد بیشتر باشه چه بسا دوره کمون کوتاه‌تر باشه و هرچی تعداد کمتر باشه دوره کمون میتونه طولانی تر باشه. پس اینی که یک محدوده وسیع 5 تا 60 روزه در اینجا ذکر کرده این 5 روزه احتمالاً در کسانی بوده که تعداد خیلی زیادی بروسلا وارد بدنشون شده و اون حدود 60 روزه احتمالاً در کسانی رخ داده که تعداد خیلی کمتری بروسلا وارد بدنشون شده. در مورد سیر طبیعی بروسلوز باید خدمتتون عرض کنم که این بیماری در بسیاری از موارد و به خصوص در کودکان ممکنه که هیچ گونه علائم بالینی ایجاد نکنه و اصطلاحاً به صورت ساب کلینیکال تظاهر کنه که بر حسب اتفاق اگر خون این افراد مورد بررسی قرار بگیره ممکنه مدت‌ها بعد البته آنتیبادی ضد بروسلا در بدنشون یافت بشه و نشوندنده این باشه که قبلاً دچار بروسلوز بدون علامت شدن. با این وجود در بسیاری از موارد ممکنه به شکل حاد و کم علامت تظاهر بکنه و خود به خود در عرض حدود 1 سال یا کمتر بهبود پیدا کنه. در صورتی که بروسلوز به موقع تشخیص داده نشه و به درستی درمان نشه ممکنه سیر مزمنی را طی بکنه و وقتی بیش از 1 سال به طول بیانجامه تحت عنوان بروسلوز مزمن نامیده بشه. همچنین بروسلوز درمان نشده اگر باعث گرفتاری دریچه های قلب شده باشه چه بسا منجر به مرگ بشه، چرا که هم دریچه ها را گرفتار میکنه و هم لایه داخلی قلب یا اندوکارد را و اصطلاحاً میتونه اندوکاردیت ایجاد بکنه که کشنده ترین عارضه بروسلوز به حساب میاد. همچنان
سیر طبیعی رو دارم خدمتتون عرض میکنم. در سیر طبیعی این بیماری به این نکات باید توجه داشته باشیم: میزان موارد بدون علامت که گفتیم در بروسلز در حد بالایی قرار داره و به خصوص در کودکان بیشتر به شکل بدون علامت تظاهر میکنه. میزان موارد حاد یا مزمن، بیماری به هر دو شکل میتونه تظاهر بکنه ولی موارد مزمن از مرحله حاد عبور میکنه. اینطور نیست که به طور افتضاح ساکن سیر مزمنی را داشته باشه. موارد حاد در اغلب موارد رخ میده و اگر به موقع تشخیص داده نشه و درمان نشه و بیش از یک سال به طول بیانجامه، در این صورت باعث ایجاد بروسلوز مزمن میشه. به هر حال موارد حاد خیلی شایع‌تر از موارد مزمن این بیماری هستند. میزان موارد بهبودی خود به خودی، در اسلاید قبل هم اشاره شد، موارد خفیف بیماری در نیمی از موارد ممکنه خود به خود بهبود پیدا کنند. سیر بعدی بیماری با درمان و بدون درمان. مسلماً بروسلوزی که به موقع تشخیص داده بشه و به نحو صحیحی درمان بشه، در عرض حدود 6 الی 8 هفته به طور کامل بهبود پیدا میکنه و خیلی خیلی به ندرت ممکنه که درمان مؤثر واقع نشه. ولی بروسلوزی که تحت درمان قرار نگیره ممکنه سیر مزمنی به خودش بگیره و ممکنه عوارض متعددی را به بار بیاره. میزان مورتالیتی و موربیدیتی. مورتالیتی ناشی از این بیماری چندان زیاد نیست و اگر بروسلاها به سراغ قلب نرن و اندوکاردیت و گرفتاری دریچه ایجاد نشه، میزان مرگ نزدیک به صفره. ولی وقتی به قلب برسه ممکنه که منجر به مرگ بشه. ولی موربیدیتی به معنی عوارض و داغهای بروسلوز به فراوانی ممکنه اتفاق بیفته و عوارض متعددی رو ممکنه به بار بیاره. آیا مسئولیت بعد از بهبودی در کسانی که دچار بروسلوز میشن و جان سالمی به در میبرن حاصل میشه یا خیر؟ بعد کسانی که یک بار دچار بروسلوز بشن تقریبا تا پایان عمر احتمال اینکه مجددا دچار این بیماری بشن کاهش پیدا میکنه. بنابراین کسانی که در رابطه با شغلشون در سنین جوانی یک بار دچار این بیماری شدن، مثل اینه که علیه این بیماری واکسینه شدن. سومی زیر عنوان از زیر عنوان‌های نهگانه شامل انتشار جغرافیایی هست. این بیماری کمابیش در نقاط مختلف دنیا وجود داره و در کمتر جایی هستش که وجودش به اثبات نرسیده باشه. یک جاهایی مثل استرالیا یا مثلا در بعضی از ایالات آمریکا وجود این بیماری اخیراً به اثبات نرسیده، ولی حتی در آمریکا که اشاره کردیم ممکنه در ایالات دیگرش کم و بیش وجود داشته باشه. به هر حال یک بیماری جهان شمولی هستش که کم و بیش در مناطق مختلف و کشورهای گوناگون حادث میشه، منتها میزان بروز و شیوع اون یکسان نیست، به طوری که در بعضی از کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران یا سوریه یا ترکیه یا بعضی از کشورهای دیگه‌ای که در همسایگی جمهوری اسلامی ایران واقع شدن ممکنه سالانه هزاران مورد اون اتفاق بیفته. بنابراین هر چند این بیماری جهان شمول هست ولی میزان بروز و شیوعش از منطقه‌ای به منطقه دیگه و از کشوری به کشور دیگه متفاوته. در اینجا نقشه ایران رو ملاحظه میکنید و وضعیت بیماری بروسلوز را. حالا یه جاهایی ممکنه کم رنگتر باشه، یک جاهایی پر رنگتر باشه. با توجه به اینکه بروسلوز جزء زونوز هاست، در مناطق زونوز خیز کشور، اونجایی که سرسبزتر هست، اونجایی که اکوسیستم کاملتری هست، در اونجاهایی که دستن در کار پرورش دام هستن و به طور کلی در مراتع و جنگل ها از میزان شیوع و بروز بالاتری میتونه برخوردار باشه. ولی به طور کلی در همه جای ایران
این بیماری حادث میشه. میزان بروز و شیوع بیماری در سطح کشور در گذشته نه چندان دور خیلی بیشتر از اون مواردی بوده که در حال حاضر گزارش میشه، ولی در مجموع روند کاهنده داشته. با این وجود هنوز جزو شایع ترین زونوزها در سطح مملکت به حساب میاد. چهارمین زیر عنوان روند زمانی هست که شامل پاندمی ها، اپیدمی ها، طغیان ها، تناوب زمانی و الگوی فصلیه. چیزی به اسم پاندمی بروسلوز تا به حال گزارش نشده. بروسلاها ثابت نشده که موتاسیون پذیر باشن و ناگهان یکی از سویه هایی که بیماریزا واقع نمی شده بیماریزا واقع بشه و در سطح جهان منتشر بشه یا در بیش از دو قاره انتشار پیدا کنه و بگیم پاندمی رخ داده. از تا به حال پاندمی بروسلوز رخ نداده. یک بیماری یکی از گذشته های بسیار دور وجود داشته و همچنان ادامه پیدا کرده. اپیدمی های اون هم در حیوانات تحت عنوان اپیزوسی و هم در انسان ها تحت عنوان اپیدمیک رخ داده و باز هم میتونه رخ بده. اپیدمی عبارت است از بروز بیش از حد مورد انتظار. طغیان ها یا آتبرک ها که در واقع همون اپیدمی های محدودتر هستند هم ممکنه رخ بده. تناوب زمانی در رابطه با بروسلوز ذکر نشده. این که بگیم هر 5 سال یک بار یا هر 10 سال یک بار به طور تکرار پذیری در طول تاریخ با همگیری های اون یا با طغیان های اون مواجه شدن، چنین چیزی وجود نداره. در حالی که در سرخک و سرخجه و بعضی از بیماری های دیگه تناوب زمانی وجود داشته یا همچنان وجود داره. آیا بروسلوز دارای الگوی فصلی یا سیزونالیتی هست؟ بله، الگوی فصلی بروسلوز کاملا به اثبات رسیده و بروسلوز در ارتباط با فصل زایمان و شیردهی گوسفندها و بزهاست، یعنی فصل بهار و تا حدودی فصل تابستان. بنابراین در فصل بهار موارد بروسلوز انسانی شایع تر از تابستان، در تابستان شایع تر از پاییز و بالاخره در پاییز شایع تر از زمستان هست. همونطور که در این اسلاید ملاحظه می فرمایید چند مطالعه رو با همدیگه مقایسه کردیم و برایند اونها نشون دهنده این هستش که میزان موارد بیماری در فصل بهار بیشتر از تابستان، تابستان بیشتر از پاییز و پاییز بیشتر از زمستان هست. اینها مطالعاتیه که در سطح کشور خودمون انجام شده. پنجمین زیر عنوان از زیر عنوان‌های نهگانه شامل تأثیر سن و جنس و شغل و موقعیت اجتماعی هست. آیا سن بیماران بر میزان بروز و شیوع و موارد با علامت و اینها تأثیرگذاره؟ بله، قبلا هم اشاره کردیم این بیماری در کودکان از شیوع کمتری برخورداره و اون مواردی که اتفاق میفته بیشتر به شکل بدون علامت تظاهر میکنه و موارد با علامت هم از شدت چندانی برخوردار نیست. ولی وقتی ایجاد بشه و تحت درمان قرار نگیره، سن بر میزان مزمن شدن بیماری تأثیر اثبات شده‌ای نداشته. و یا اینکه حالا میزان مرگ و میر اگر بخوایم بگیم در کودکان کمتر از بزرگسالانه، مگر اینکه از زاویه شدت بیماری نگاه بکنیم و بگیم چه بسا در بزرگسالا با توجه به اینکه شدت بیماری بیشتره احتمال اندوکاردیت هم بیشتر باشه و لذا در کودکان میزان مرگ و میر قدری کمتر از بزرگسالانه. اگر از این زاویه نگاه کنیم میتونیم چنین ادعایی بکنیم. آیا جنس بیماران بر این عواملی که اشاره کردیم، یعنی میزان بروز و شیوع و موارد با علامت و بدون علامت و مزمن شدن و موارد مرگ و اینها، تأثیر داره؟ هیچ گونه تأثیر اثبات شده ای گزارش نشده. منتها در خانم های باردار وقتی این بیماری ایجاد بشه میتونه بعضی از مخاطرات جنینی را به بار بیاره.
البته نوایس خلقت ثابت نشده که ایجاد بکنه، ولی میتونه باعث سقط و مرده‌زایی بشه. شغل و موقعیت اجتماعی هم میتونه اثرگذار باشه و مشاغلی مثل دامپزشکی، تکنسیان دامپزشکی، فعالیت در آزمایشگاه های تشخیص بالینی، اما از آزمایشگاه های تحقیقاتی یا آزمایشگاه های انسانی یا حیوانی و همچنین مشاغل دیگه مثل قصابی و کار کردن در کشتارگاه ها و کشاورزی سنتی که تماس بیشتری را با حیوانات آلوده ایجاب می کنند، اینها مشاغلی هستند که احتمال بروز و شیوع بروسلوز را در صاحبان این مشاغل افزایش میدن. موقعیت اجتماعی هم چیزی جدا از شغل نیست. واقعیتی که در این اسلاید مورد تاکید قرار دادیم این بود که تأثیر جنسیت بر میزان بروز، شیوع، موارد با علامت و بدون علامت، موارد شدید و خفیف و احتمال مزمن شدن و میزان مرگ ناشی از بروسلوز به اثبات نرسیده. ولی همونطور که در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید، میزان موارد بروسلوز عملاً در بعضی از نقاط دنیا در مردان دو برابر زنان بوده که این واقعیت نشون دهنده شغل میتونه باشه، نه اینکه ناشی از تأثیر جنس، چرا که بسیاری از مشاغل پرخطر برای ابتلای به بروسلوز مشاغل مردانه‌ای هستند. شغل‌های نظیر قصابی، کارگری کشتارگاه، دامپزشکی و امثال اینها. در این اسلاید هم یک واقعیتی را در رابطه با تأثیر جنس مورد اشاره قرار دادیم. در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که کشاورزی هنوز اکثراً به صورت سنتی هست و کشاورزان ما در کنار کارهای کشاورزی خودشون ممکنه چند رأس دام هم نگهداری بکنن و میزان تماس مرد و زن با این دام‌ها تقریباً یکسان هست و میزان مصرف لبنیات آلوده یا احتمالاً آلوده در مرد و زن تفاوتی با همدیگه نداره، میزان بروز بیماری هم تا حدودی در جنس مذکر و مؤنث یکسانه. و همونطور که در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید، در یک مطالعه بسیار وسیع که هزاران مورد بروسلوز را مورد بررسی قرار دادن، به این نتیجه رسیدند که 56% موارد در مردان ایرانی و 44% موارد در زنان ایرانی اتفاق افتاده که البته از نظر آماری اختلاف معنیداری بین اونها وجود نداره. نکته دیگه در مورد بروسلوز که قبلا هم به اون اشاره کردیم، تأثیر سن هست. تأثیر سن عملا به اثبات رسیده، هرچند مکانیزم اصلی اون روشن نیست، به این ترتیب که میزان بروز بیماری در کودکان به مراتب کمتر از بزرگسالانه. علل مختلفی را برای مقاومت کودکان ذکر کردن. یکی از اونها اسیدیتی معده است، به این ترتیب که در بزرگسالان ممکنه گاستریت و بیماری های دیگر معده باعث بشه که آنتی اسید مصرف بکنن و در مقابل ابتلای به بروسلوز حساس تر بشن. یعنی بروسلاها از سد معدی در بزرگسالان به آسانی و به سلامتی عبور بکنن و بالاخره باعث ایجاد بیماری بشن، در حالی که در کودکان احتمال مصرف آنتی اسید کمتره و در مجموع اسیدیته معده در اینجا ممکنه که اثرگذار باشه. بحث دیگه شغل هستش. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، بروسلوز در ارتباط با مشاغل مردانه است، مثل سبلاخی و قصابی و امثال اینها، که کودکان هنوز به اون سن نرسیدن که تأثیر شغل بر اونها اعمال بشه و بنابراین احتمال تماس اونها کمتره و لذا میزان بروز بیماری در اونها کمتر از بزرگسالان گزارش میشه. در این اسلاید هم توزیع سنی 56,000 بیمار ایرانی
در سال 1370 را ملاحظه می فرمایید. علی‌رغم اینکه هرم سنی در اون سالها این گونه بوده که تعداد کودکان یا نسبت کودکان خیلی بیشتر از امروزه بوده، ولی میزان موارد در کودکان در حد پایینی هست و خود این مؤید اون واقعیتیه که قبلا اشاره کردیم، میزان بروز بروسلوز در کودکان کمتر از بزرگسالانه. تا این حد را میشه روی این اسلاید قضاوت کرد. مخاطرات شغلی ناشی از بروسلوز را جسته گریخته تا اینجا مورد اشاره قرار دادیم، ولی در این اسلاید به یک جمع‌بندی میپردازیم. یکی از گروه‌های در معرض خطر شغلی کشاورزان هستند. البته کشاورزان سنتی که در کنار کار کشاورزی به دامداری هم میپردازند. همچنین کسانی که دستن در کار پرورش بز و گوسفند هستند و در تماس نزدیک با این حیواناتند. همچنین دامپزشکان و کارگران کشتارگاه ها و به اصطلاح سلاخ ها و کارکنان آزمایشگاه ها، اعم از آزمایشگاه های انسانی و آزمایشگاه هایی که در رابطه با امور حیوانات و از جمله تحقیق در مورد زونوس ها تعدیت دارند، و بالاخره قصاب ها هم در معرض خطر ابتلا هستند. این هم یک اسلاید در مورد تماس بسیار نزدیک دامپزشکان با حیوانات. در این اسلاید موقعیت اجتماعی و شغلی 56,000 مورد بروسلوز گزارش شده در ایران در سال 1370 را ملاحظه می فرمایید. از تمامی اقشار بین اونها دیده میشه، از خانم های خانه‌دار گرفته تا افراد محصل و کشاورز و چوپان و صنعتگر و بسیاری از مشاغل دیگه. ششمین زیر عنوان از زیر عنوان‌های نهگانه تأثیر عوامل مساعد کننده هست بر میزان بروز و شیوع و پیشاگهی این بیماری. عوامل فرهنگی و عقیدتی آیا میتونه اثرگذار باشه یا نه؟ بله، میتونه اثرگذار باشه، چرا که متاسفانه فرهنگ مصرف آغوز یا اولین شیر حیوانات به گونه ایه که اون را نمی جوشانند و مصرف می کنند، و یا در بعضی از مناطق معتقدند همونطور که شیر مادر را نجوشیده به شیرخواران می دند، اگر مجبور به مصرف شیر حیوانات مثلا گاو یا گوسفند در شیرخواران بشن، اون را هم باید نجوشیده و به صورت خام به کودکان بدن. و بنابراین چنین فرهنگی باعث میشه که احتمال بروسلوز در کودکان قدری افزایش پیدا بکنه. آیا زمینه هایی مثل ضعف ایمنی، ابتلا به بیماری های سرکوبگر ایمنی، مصرف داروهای مضعف سیستم ایمنی بر میزان بروز و شیوع بیماری تأثیر داره یا نه؟ بر میزان بروز و شیوع اثبات نشده که تأثیر گذار باشه اینها، ولی بر پیشاگهی بیماری اثرگذار بوده، به این ترتیب که کسانی که مثلا دچار هاچکین یا لنفوم یا بعضی از بیماری های سرطانی دیگری بودند و بدین وسیله سیستم ایمنیشون سرکوب شده بوده، به خصوص بازوی ایمنی سلولر بروسلوز پیشاگهی بدتری داشته. آیا استرس های مختلف میتونه اثرگذار باشه؟ همون توضیح همیشگی، آرامش باعث تولید سایتوکاین های سلامت بخش و سلامت افزا میشه، در حالی که استرس میتونه باعث سرکوب تولید اونها بشه، و بنابراین استرس ها بر میزان بروز و شیوع بسیاری از بیماری عفونی میتونن اثرگذار باشن. آیا فقر و بیخانمانی به عنوان یک عامل مساعد کننده بروسلوز میتونه مطرح باشه یا نه؟ این هم جوابش مثبته، چرا که در این زمینه ها ممکنه موازین بهداشتی مراعات نشه، ممکنه از شیر نجوشیده استفاده بشه،
ممکن است شیر غیر پاستوریزه استفاده بشه و یا لبنیات دیگری که آلوده هستند. هفتمین زیر عنوان از زیر عنوان‌های نهگانه شامل حساسیت و مقاومت در مقابل این بیماریه. آیا مقاومت طبیعی در مقابل بروسلوز به اثبات رسیده؟ به هیچ وجه من الوجود به اثبات نرسیده. زردپوست، سرخپوست، سیاهپوست، نژاد مغولی، قفقازی، همه اینها ممکنه که در مقابل این بیماری از حساسیت یکسانی برخوردار باشن و نژاد مقاومی در مقابل بروسلوز تا به حال شناسایی نشده. آیا مسئولیت اکتسابی بعد از ابتلا حاصل میشه؟ قبلا اشاره کردیم کسانی که چه در رابطه با شغل و چه در رابطه با تماس‌های دیگه یک بار دچار بروسلوز میشند ایمنی نسبی را کسب میکنند که تا پایان عمر ممکنه ادامه پیدا کنه. آیا مسئولیت اکتسابی بعد از واکسیناسیون ایجاد میشه یا خیر؟ قبلا اشاره کردیم که واکسن انسانی وجود نداره، ولی خوشبختانه واکسن حیوانی وجود داره. در سنین پایین وقتی این حیوانات را واکسینه بکنن در مقابل این بیماری مسئولیت بالایی را کسب میکنن. خوشبختانه بهترین نوع واکسن های حیوانی در انستیتورازی جمهوری اسلامی ایران تولید میشه. این اسلاید هم مکمل اسلاید قبلیه، هم تأکیدی بر این که مقاومت کودکان در مقابل این بیماری بیشتر از بزرگسالانه و هم این که ایمنی که ایجاد میشه تا مدت‌ها ممکنه ادامه پیدا بکنه. هشتمین زیر عنوان از زیر عنوان‌های نهگانه شامل میزان حملات ثانویه یا سکندری اتک ریت هست. بروسلوز جزء زونوزهایی که قابلیت سرایت انسان به انسان نداره، مگر در موارد نادری مثل تماس جنسی مردی که مبتلا هست با همسر خودش که به ندرت و در موارد انگشت شماری گزارش شده که همسر چنین مردی هم دچار بروسلوز شده، و یا اینکه اگر مادری در طول بارداری دچار بروسلوز بشه چه بسا بروسلاها از سد جفتی عبور بکنن به جنین برسن و باعث سقط، زایمان زودرس و یا مردزایی بشن. بنابراین حمله ثانویه به اون صورت وجود نداره. نهمین زیر عنوان شامل منابع و مخازن، نحوه انتقال بیماری و دوره قابلیت سرایت بروسلوز هست. تعریف منبع را همگی میدونیم. منبع یک عامل زنده یا غیر زنده‌ایه که عامل عفونتزا از اون عبور بکنه بدون اینکه وابستگی به اون داشته باشه یا در اون تکثیر پیدا کنه. مثلا لبنیات. لبنیات آلوده برای بروسلوز منبع به حساب میاد. و اما مخزن. مخزن اون موجودیه که عامل عفونتزا در اون تکثیر پیدا کنه و حیاتش وابسته به اون موجود باشه. بنابراین حیواناتی که مبتلا هستن و یا انسان وقتی مبتلا میشه برای بروسلوز مخزن به حساب میاد. راه های انتقال را قبلا مورد اشاره قرار دادیم. در اونجایی که بروسلاها مستقیما از مخزن به دیگران انتقال پیدا میکنن این انتقال مستقیم نامیده میشه. مثلا زمانی که در تماس جنسی بین حیوانات بروسلاها از حیوانی به حیوان دیگه انتقال پیدا میکنه، یا در انسان هم این مثال را میتونیم بزنیم، یا انتقال داخل رحمی، اینها تماس مستقیمه. ولی زمانی که انتقال از طریق منابع آلوده مثل لبنیات آلوده یا دنبلان آلوده یا گوشت‌های آلوده که به خوبی پخته نشده صورت میگیره این انتقال غیر مستقیمه. یعنی اینجا چیز استثنایی وجود نداره و از همون اصول کلی میتونیم استفاده کنیم و به این سوالاتی که در این اسلاید هست جواب بدیم. در مورد دوره قابلیت سرایت همونطور که در اسلاید قبل هم اشاره شد این بیماری
از انسان به انسان معمولا منتقل نمیشه، ولی در موارد استثنایی که اشاره کردیم مسلما تا زمانی که بروسلاها در بدن وجود داشته باشند میتونن از طریق سمن انتقال پیدا کنن و همچنین از مادر آلوده یا مبتلا به جنین منتقل بشن.